سلام، سلام و روز بخیر خدمت همه شما عزیزان. امروز هم با قسمت دیگری از تعلیم کلام خداوند در خدمت شما هستیم. باشه که خداوند همراه همگام ما باشه تا ما بتونیم این تعلیم رو هم در زیبایی و نیکویی به انجام برسونیم. پس در ابتدا دعا میکنیم. خدای پدر، خدای قدوس، خداوند صلح و آشتی، خداوند فراهم کننده، خداوند حکمت و دانش و خرد، پدر جان در این لحظه به حضورت میام. خداوند از تو درخواست حکمت، خرد و دانش میکنم برای اینکه بتونم در زیبایی و شیبایی و فصاحت حقیقت کلامت رو بیان کنم. پدر جان تو زبان ناطق من باش، توسط روح قدوست من رو لمس کن، زبان من رو لمس کن تا اون چیزی که شایسته کلام تو هست از زبان من جاری بشه و هر آنچه که گفته میشه ختم به جلال نیکوی تو باشه. این زمان رو پدر جان در هدایت روحت به دست بگیر. باشه که این زمان هم برای دیگران باعث برکت، باعث بنا و برکت خودم و باعث بنا و برکت باشه برای هر کسی که این برنامه رو میبینه ای خداوند. و همینطور خداوندا باشد که نام تو بار دیگر جلال یابد و باشد که خداوندا تنها حقیقت درک شده و دریافت شده در ذهن و قلب ما تو باشی. به نام عیسی مسیح، آمین. ای شبان اعظم گله خداوند عیسی، داماد پرجلال سماوی بهر کلیسا. سلام، سلام به همه شما عزیزان که به جمع ما پیوستید. امروز چهارشنبه هست، با یکی دیگه از برنامه‌های تعلیمی کتاب مقدس در خدمت شما هستیم. طبق روال برخی از چهارشنبه‌ها، عزیزانی که ما رو دنبال می‌کنن می‌دونن که ما چهارشنبه‌ها بعضی از هفته‌ها رساله فیلیپیان رو داشتیم با هم دیگه بررسی می‌کردیم و خیلی خوشحالیم که این رساله رو امروز تمام میکنیم و اون پیامی که پولس رسول در این رساله برای ما داره رو میتونیم به صورت کامل درکش کنیم. شکر برای وجود تک تک شما عزیزان که با ما همراه هستید و خدا رو شکر میگم برای کسانی که بعدن این برنامه رو میبینن و برکت میگیرن. بس عزیزان، یک بار دیگه میگم امروز رساله فیلیپیان رو داریم با هم دیگه، باب 4 آیات 10 تا 23، که به فیض خداوند این رساله هم امروز تمام میشه تا برنامه‌های بعدی و کلام‌های بعدی دوباره در روزهای چهارشنبه ما مزاحم خونه‌ها و زمان‌های شما میشیم. البته با کلام خداوند ما مزاحم نیستیم، بلکه کلام خداوند باعث برکت، بنا، تشویق و تقویت ما میشه. بس با هم دیگه از رساله فیلیپیان باب 4 آیات 10 به بعد، 10 تا پایان رو میخونیم و بعد به تفسیرش نگاه میکنیم. من از ترجمه مژده استفاده میکنم عزیزان، اگر چنانچه میبینید کلمات متفاوت هست با ترجمه هایی که شما دارید، دلیلش فقط اینه که من از ترجمه مژده استفاده میکنم. ممکنه شما ترجمه های تفسیری، ترجمه های 1009 و یا ترجمه های دیگه در دست داشته باشید، اما موضوع اصلی کلام یکی هستش. فیلیپیان باب 4 آیات 10 تا 23. حال که پس از مدتی دوباره مورد توجه قرار گرفته ام، شادی عظیمی در خداوند یافتم. البته شما همیشه نسبت به من علاقه و توجه داشته اید، اما فرصت ابراز آن را نیافتید. من به احتیاجات شخصی خود اشاره نمی کنم، زیرا یاد گرفتم در هر وضعی که باشم قناعت کنم. من می دانم چگونه در فقر و بیچارگی و یا در سعادتمندی زندگی کنم. به رمز زیستن در سیری و گرسنگی، در فراوانی و نیازمندی پی بردم. من به وسیله مسیح که مرا تقویت می کند به انجام هر کاری قادر هستم. اما شما لطف کرده شریک زحمات من شدید. خود شما ای فیلیپیان خوب می دانید که در ابتدای انتشار انجیل، وقتی من مقدونیه را ترک کردم، شما تنها کلیسایی بودید که در قبول مسئولیت دخل و خرج من با من همکاری کردید.
حتی زمانی که در تسالونیکی بودم یکی دو مرتبه مبلغی برای رفع احتیاجات من فرستادید. من طالب پول شما نیستم، بلکه میخواهم به پاداش نیکوکاری شما افزوده شود. اعانه شما به دستم رسید و نه تنها کافی بلکه بیشتر از احتیاجاتم بود. هدیه ای را که توسط افرودتیس فرستادید احتیاج مرا رفع کرده است. عطایای شما هدیه خوشبو یعنی قربانی مقبول و پسندیده خداست و خدای من همه احتیاجات شما را با ثروت عظیم خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد. پدر ما خدا را تا به ابد جلال باد. آمین. به همه مقدسینی که به مسیح عیسی تعلق دارند سلام برسانید. ایماندارانی که با من هستند به شما سلام میرسانند. همه مقدسین در اینجا و مخصوصاً ایماندارانی که در دربار قیصر هستند به شما سلام میرسانند. فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح بر شما باد. خدا رو شکر برای کلام خداوند. میبینیم که پولس چطور این رساله رو به پایان میبره. همینطور که گفته بودیم پولس در زندان هست، در شرایط خیلی سخت و در قل و زنجیر، اما این رساله معروف به رساله شادی هستش، به خاطر اینکه فخر و شادی و غرور و اون چی بهش میگن فرح بخشی باطنی که در پولس هست و داره ازش صحبت میکنه در اصل به خاطر وجود و حضور خداوند عیسی مسیحه، نه به خاطر شرایط و موضوعاتی که داره. حالا اگر بخواید بیشتر بدونید میتونید از آیه های قبلی و درس های قبلی بیشتر از این رساله برکت بگیرید. ما تا به اینجا دیدیم که پولس در مورد همه چی صحبت کرد توی این رساله، اینکه فروتن باشید، به عنوان یک مسیح چطور رفتار کنید، مانند ستاره بدرخشیم، چطور از کسانی که خدمت کردن بی دریغ از اونها صحبت کرد و گفت به اونها بیشتر توجه بشه، برای اینکه بعضی ها درست خدمت نمی کنن و بعضی ها بیش از اندازه خدمت می کنن و حتی ممکنه به جسم خودشون آسیب بزنن. درباره نیکی واقعی صحبت کرد که کارهای ما نیستن بلکه این روح خداونده که در ما کار میکنه و ما رو به سمت نیکویی میبره، به سمت تقدیس شدن میبره. و ارزشمند اینه که ما خداوندمون عیسی مسیح رو بشناسیم و اونه که در وجود ما نیکویی رو به بار میاره. بس چیزی برای خودمون و فخر در به خاطر خودمون نداریم. هر آنچه که داریم در مسیح عیسی هست. بعد درباره این که هدف ما عیسی مسیح، انتشار انجیل، ما باید بدویم، سرعت بدیم به خودمون برای اینکه انجیل رو انتشار بدیم، درباره اینها صحبت کرد. دستورهای مختلفی رو به کلیسای فیلیپی داد. خیلی خیلی تأکید کرد روی مسئله دعا، که دعا و مناجات و سپاسگزاری یکی از راه‌هایی هستش که باعث میشه ما به اون آرامش و پیشگاه خداوند نزدیکتر بشیم و باعث میشه که اون درک و فهم خداوند رو بیشتر بخوایم بفهمیم و از اون فکر و درک و فهم انسانی خودمون فاصله بگیریم. اما امروز به صورت خاص پولس داره تشکر میکنه برای هدیه هایی که کلیسای فیلیپی برای پولس فرستاده. پولس از زمانی که این نامه رو داره می‌نویسه، از زمانی که این هدایا رو از کلیسای فیلیپی دریافت کرده بود و تا زمانی که داره این نامه رو می‌نویسه یه چیزی حدود 10 سال گذشته بود، اما صرفاً برای این که به اون کلیسا یادآوری کنه که من فراموش نکردم محبت شما رو، نیکویی شما رو یادآوری میکنه. تشکر و قدردانی پولس از کلیسای فیلیپی نشون میده که مسیحی‌ها باید در هر شرایطی قانع باشن و باید قدرشناس باشن و باید راضی باشن. اینکه پولس این تشکر و سپاسگزاری رو برای فیلیپیان میفرسته نشانه این بود که درسته در شرایطی که بود قانع بود، راضی بود به عنوان یک مسیحی، اما دیگران هم کمکش کردند و اون باعث شادی، نشاطش و قوت بیشترش شد. پولس در این آیات اشاره میکنه که من توانایی رو دارم که هم بتونم در فقر زندگی کنم، هم در رفاه و در امکانات زندگی کنم. پولس یکی از کسایی بوده که همه جور زندگی رو تجربه کرده و چشیده. بس
پولس خیلی راحت اشاره میکنه که بس من میتونم هم در امکانات، در آسایش و رفاه زندگی کنم، هم در تنگ دستی و نبود امکانات زندگی کنم. خیلی وقتا عزیزان برای خادمین پیش میاد در سر تا سر دنیا، اونهایی که به کشورهای آفریقایی میرن یا به کشورهای خیلی فقیر میرند، حقیقتا از اون رفاه و امکانات و آسایش خودشون دست میکشن و برای انتشار انجیل میرن و شرایط سخت اونجا رو به جون میخرن. میتونن تو رخت خواب خودشون، تو خونه خودشون، زیر کولر، تو شرایط عالی باشن، اما برای انتشار انجیل تصمیم میگیرن که اون شرایط سخت رو قبول کنن و خداوند هم قوت پذیرشش رو به اونها میده و این خداست که قادره این تحمل و اون توان مشکلات مادی یا این دنیای مادی رو در ما کم کنه، یعنی تحمل کنیم اون رفاه، نداشتن آسایش و خیلی چیزها رو برای انتشار انجیل. بس پولس داره اشاره میکنه به عنوان یک مسیحی چه در رفاه باشم چه در تنگ دستی، انجیل رو من انتشار میدم و هیچ چیزی مانع من نمیتونه باشه. تو آیه 13 یک کلمه کلیدی داریم عزیزان که صحبت از سعادتمندی یا صحبت از تقویت میکنه. یه اون چیزی که باعث سعادتمندی من میشه اون تقویت منه یا اون قدرت منه که در عیسی مسیح برای من به انجام میرسه. کلمه تقویت یه معنای خیلی عمیقی داره. حالا عزیزانی که با زبان یونانی آشنا هستن میدونن که کلمات در زبان یونانی خیلی عمیقه، یعنی بیشتر از یک کلمه است، باید احساس دارن اون کلمات و حامل یک سری توضیحات هستند که ما اون کلمه رو بیشتر و عمیق‌تر درک کنیم. وقتی کلمه تقویت که ما تو زبان فارسی میگیم کلمه تقویت، تو زبان یونانی یه معنی عمیق‌تر از یک تقویت یا یک قوتی هستش یا برطرف شدن یک ضعف هستش. این اشاره به این داره که یک قدرتی در درون ما گذاشته میشه، یعنی ما خودمون خالی از اون قدرت هستیم، اون قدرت به خودی خود در ما وجود نداره، اما اون قدرت در درون ما گذاشته میشه. پس تقویت به این معنا هست در زبان یونانی. به این دلیل هم هستش که همینجور که عزیزان میدونید عهد جدید به زبان یونانی نوشته، به خاطر همین ما خیلی وقتا از کلمات یونانی برای ترجمه درست و درک درست کلمات و مفاهیم استفاده میکنیم. از اونجا که ایمانداران در مسیح همیشه صحبتشونه که ما در مسیح هستیم، پس مسیح قوت اونهاست. مسیح عیسی کسیه که قادر هست این قدرت رو و این قوت رو در ایماندارها قرار بده و اونها رو تقویت کنه و اونها رو قدرتمند کنه یا همون تقویتشون کنه. پس باعث و بانی قوت گرفتن و تقویت ایمانداران مسیح عیسی هستش تا اونها بتونن نیازهاشون رو، اون چیزی که برای نیازهاشون هست و برای برآورده شدن نیازهاشون هست رو حفظ کنه. چون خیلی وقتا حقیقتا در بعد زمینی ما نمیتونیم از خیلی چیزها بگذریم، از خیلی نداشتنهای مادی، خیلی رفاه و آسایشها بگذریم، اما این عیسی مسیحه که ما رو تقویت میکنه تا ما بتونیم برای اون نیازهای مادیمون که ممکنه نداشته باشیم یا از دستشون بدیم تحمل کنیم، ما رو حفظ میکنه تا بتونیم به زندگی ادامه بدیم و دوباره بلند بشیم. در افسوسیان باب 3 آیات 16 تا 20 درباره این موضوع خیلی مفصل‌تر صحبت میکنه. میتونید عزیزان برید در این باره بخونید. و توی رساله دوم قرنتیان باب 12 آیه 10 هم اشاره به این موضوع داره که من این آیه رو برای شما میخونم. دوم قرنتیان باب 12 آیه 10 میگه من به خاطر مسیح ضعف‌ها، اهانت‌ها، سختی‌ها، آزارها و دشواری‌ها را با آغوش باز میپذیرم، زیرا در هنگام ضعف قوی هستم. اینجا دقیقاً پولس داره اشاره میکنه که اون چیزی که باعث قوت من، قدرت من هست مسیح عیساست. اون کسی که منو در سختی ها بیرون میکشه، اون کسی که باعث میشه من اهانت ها، تحقیر ها و آزار ها رو تحمل کنم خودم نیستم، بلکه مسیح هست که از من حفاظت میکنه و اجازه میده من رو تا از این مسیر عبور کنم.
پولس باز هم میبینیم که توی آیات بعدی دوباره تشکر میکنه از کلیسای فیلیپی که اونها فکر نکنن پولس هدیه‌ای که اونها به پولس دادن رو فراموش کرده، یا اینکه اون هدیه قربانی روحانی که کلیسای فیلیپوس داده از ذهن و قلب پولس دور مونده باشه. تو آیه 15 یه لحظه کلام رو گم کردم سفرم. تو آیه 15 عزیزان میگه خود شما ای فیلیپیان خوب میدانید که در ابتدای انتشار انجیل وقتی من مقدونی را ترک کردم شما تنها کلیسایی بودید که در قبول مسئولیت دخل و خرج من با من همکاری کردید. اینجا پولس وقتی داره میگه در ابتدای انتشار انجیل اشاره میکنه به اعمال رسولان باب 16 آیات 3، وقتی که اولین بار پولس به فیلیپی میره و اونجا موعظه میکنه و عده خیلی زیادی ایمان میارن. از اون زمان 10 سال همینطور که گفتیم گذشته بود و پولس علاوه بر فیلیپی به شهرهای مقدونیه، تسالونیک، بیریه هم رفته بود و اونجا خدمت کرده بود، بشارت داده بود و انجیل رو اعلام کرده بود. اما فقط اعضای کلیسای فیلیپی بودن که به نیاز مالی پولس رسیدگی کردن و توجه کردن. به خاطر همینه که از تسالونیکی نام میبره، از شهرهای دیگه نام میبره، اما فقط و فقط صرفا از کلیسای فیلیپی تشکر میکنه. هرچند این نامه برای کلیسای فیلیپی هست، اما میخواد به اونها بگه که شما به نسبت بقیه جاهایی که من رفتم خدمت کردم و اونها هم مسئولیت داشتن، فقط شما بودید که به این مسئولیت پاسخ دادید و اون خدمت به خداوند رو درست و کامل انجام دادید و اون چیزی رو که شنیدید به عمل آوردید. توی اعمال رسولان باب 17 آیات 1-14 درباره اون سفر پولس به فیلیپیه، تسالونیک، بیریه میگه و همینجور که میدونید مردم بیریه مردمی بودن که پولس هم از اونها به عنوان مردم نجیب نام میبره، به عنوان کسانی که وقتی کلام رو میشنیدند میرفتن و چک میکردن که ببینن آیا پولس درست میگه یا نه، داره از فکر انسانی خودش میگه، چون ایمان ما بر این است که کلام خدا کلمه به کلمش توسط روح خداوند به افراد و نویسنده ها داده شده و فکر انسانی در نگارش این کلام هیچ دخالتی نداشته. باز هم تو آیات 16 داره از تسالونیکی نام میبره. تسالونیکی هم شهری بوده که پولس برای دومین بار جزء سفرهای بشارتیش بوده. وقتی دومین بار به سفر بشارتی میره به تسالونیکی که شمال یونان هم هست، ما الان در آتن هستیم اما تسالونیکی در شمال یونان هستش، به اونجا سفر میکنه، موعظه میکنه، در اونجا خدمت میکنه و چند ماهی هم اونجا میمونه. خدا رو شکر برای کسانی که اون موقع بودن و تونستن این برکت رو مستقیم از پولس رسول بگیرن. هرچند این برکت توسط عیسی همیشه جریان داره و به ما هم امروز رسیده. بعد تو آیه 17 عزیزان ما ببینیم که پولس یه چیز خیلی مهمی رو داره میگه. پولس داره میگه که من طالب پول شما نیستم، بلکه میخواهم به پاداش نیکوکاری شما افسوده شود. اگر نه اینکه کلام خداوند داره میگه که کارهای نیک شما، حتی بهترین کارهای نیک شما مانند لطه چرکین هستش. بعد چطور اینجا پولس اشاره میکنه که پاداش نیکوکاری شما میخوام افسوده بشه؟ عزیزان اینجا منظور پولس چیزی بالاتر از یک پاداش زمینی و یا یک هدیه یا یک تشکر و سپاسگزاری زمینی هستش. اگه آیات بعدی رو بخونیم، پولس درباره قربانی صحبت میکنه، قربانی مقبول و پسندیده‌ای که از طرف خداوند توسط اونها داده شده. به همین خاطر بس پولس در اینجا اشاره به یک سود میکنه، به یک چیزی که وقتی شما اون رو انجام بدید افسوده میشه بهش، بیشتر میشه. فیلیپیان، کلیسای فیلیپی با کمک کردن به پولس گنجی برای خودشون در آسمان ذخیره کردن، اندوخته کردن.
طبق متا باب 6 آیه 20 که این رو داره میگه، میگه هر کجا قلب شماست گنج شما هم همونجاست. پس فیلیپیان تو فکر بودن برای انتشار انجیل که پولس دچار زحمت نشه، به همین خاطر بس به پیش برد پیام انجیل و انتشار انجیل کمک میکردن. پس باید مسلماً از سمت خداوند این سود به حساب اونها گذاشته بشه. هدایایی که کلیسای فیلیپی به پولس میدادن باعث میشد که کلیسای فیلیپی یک سود جاودانی و روحانی به حساب خودشون دریافت کنن یا به حساب خودشون اضافه کنن. ما میبینیم که کلام خداوند درباره این سود جاودانی یا به حساب روحانی یا این نیکوکاری که خداوند قدرت افزایش اون رو داره صحبت میکنه. توی انجیل لوقا باب 6 آیه 38 اینطور میگه در این رابطه، میگه بدهید که به شما داده خواهد شد، پیمانه درست و فشرده و تکان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته خواهد شد، زیرا با هر پیمانه‌ای که به دیگران بدهید با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. کلام خداوند هم داره خیلی واضح و شفاف میگه، میگه اگر شما بی منت بدون غرغر و از سر صدق و صفا و محبت به دیگران بدید، پیمانه شما هم پر میشه و شما این همون رو دریافت خواهید کرد. یا در امثال باب 19 آیه 17 باز در این رابطه میگه، وقتی به یک فقیر کمک میکنی مثل این است که به خداوند قرض میدهی و خداوند است که قرض تو را ادا میکند. خیلی وقتا پیش اومده برای ما عزیزان که به افرادی کمک میکنیم که توان برگردوندن اون مبلغ یا اون کمک رو ندارن به هر شکلی، اما حقیقتاً اتفاقاتی تو زندگی ما میفته یا برکت‌هایی وارد زندگی ما میشه که بدون شک ما درک میکنیم و میتونیم بفهمیمش و با قلبمون میتونیم لمسش کنیم که این اتفاق و این برکت به دلیل اون کمکی بوده که من انجام دادم، اما اون شخص نتونسته کمکش یا قرضش رو برگردونه و این برکت و این کمک از سمت خداوند بوده تا اون قضیه، اون قرض به اون فقیر رو که خودش توان پرداخت نداشته رو خداوند برای من پرداخت کرده و به من داده. باز توی امثال باب 11 آیه 24 و 25 میگه، برخی از مردم پول خود را سخاوتمندانه خرج میکنند ولی دارایی آنها بیشتر میشود، برخی خیلی خسیس هستند و هر روز فقیرتر میشن. ما هم این رو باور داریم، امروزه به این باور رسیدیم که کسایی که بذل و بخشش میکنن خداوند به اونها بیشتر برکت میده، اما کسایی که به اون چیزی که دارن سفت و سخت میچسبن همونی هم که دارن از دست میدن. پولس داره اینو میگه، میگه کلیسای فیلیپی که به من توجه کردید، به انتشار پیام انجیل توجه کردید، به نیاز کسی که داشته پیام انجیل رو انتشار میداده برای اینکه به خاطر نیاز مالیش خدای نکرده مجبور نشه تمام وقتش رو به کار و برطرف کردن نیاز مادیش بگذرونه و اون خدمت انتشار انجیلش دچار وقفه بشه، کمک کردید. پس از خداوند میخواد که خداوند اون کمکی رو که اونها به پولس کردن در مسیر انتشار انجیل خداوند به اونها برگردونه و سود روحانی خداوند به زندگی های این افراد بده. ما اینجا گفتیم تو آیات 18 پولس داره از یک هدیه‌ای که کلیسای فیلیپوس داد صحبت میکنه که این هدیه میتونه به عنوان یک قربانی محسوب بشه که مورد پسند خداوند هست. این اشاره داره عزیزان به عهد عتیق. شما میدونید که پولس خودش یک فردی بوده که همینجور که خودش تو خیلی از نامه ها ابراز میکنه، میگه اگر بحث شریعت باشه من کامل اونها رو انجام دادم، اگر بحث یهودی باشه من خودم انجامش دادم. بس میدونیم که عهد عتیق رو خیلی خوب بلد بوده و قوانین رو خیلی خوب و کامل و شسته رفته بلد بوده. اینجا وقتی صحبت از اون قربانی میکنه، قربانی روحانی و مقبول و مورد پسند خداوند،
در اصل میخواد به این موضوع اشاره کنه که در نظام قربانی در عهد عتیق این طور باب بوده که باید قربانی دارای یک عطر خوب باشه و تا مورد پسند خداوند واقع بشه، اما اون قربانی فقط زمانی در عهد عتیق طبق نظام قربانی، طبق نظام اون چیزی که خودشون افراد فکر میکردن در تفکرات عرف این طور بوده که یک قربانی اگر میخواد مورد پسند خدا قرار بگیره باید دارای عطر خوش باشه و پسندیده خدا باشه، یعنی ظاهر و اون فیزیک قربانی رو اونها فکر میکردن براش خیلی مهمه. اما اونها نمیدونستن که قربانی فقط طبق قانون کلام خداوند در عهد عتیق فقط قربانی مورد قبول خداوند قرار می گرفت که با منش و نگرش صحیح قربانی بشه و به انجام برسه یا تقدیم خداوند بشه. این خیلی مهمه. بس اون چیزی که در عرف در موردش فکر میکنن این هستش که دیگران میتونن اون ظاهر قربانی رو خیلی سالم و تمیز و خوشبو و معطر به خدا تقدیم کنن، اما در صورتی که خداوند به اون طرز فکر و نگرش و قلب ما نگاه میکنه تا بتونه اون قربانی رو قبول کنه. همینطور که میبینیم در پیدایش باب 8 آیه 20 و 21 داره درباره قربانی قائن و هابیل صحبت میکنه. قربانی مورد پذیرش خداوند واقع شد که با نگرش درست و با منش درست تقدیم خداوند شد. توی خروج باب 29 آیه 18 باز در این رابطه صحبت میکنه که قربانی که تقدیم خدا میشه زمانی مورد پسند خدا هست که با فکر و نگرش و منش درست تقدیم بشه، نه فقط صرفاً با ظاهر و فیزیک سالم و معطر و خوشبو. هدیه و قربانی فیلیپی ها به پولس اون چیزی بود که خدا رو خوشنود میکرد. قربانی کلیسای فیلیپوس برای انتشار انجیل اون هدیه یا اون قربانی روحانی بود. اونها یک کار زمینی انجام دادند، اما کار زمینی اونها باعث شد انجیل رو پولس راحت‌تر بتونه انتشار بده و بدون دغدغه و نگرانی نسبت به مسائل مالی و مادی زمینیش دنیاییش بتونه کلام خداوند رو انتشار بده. بس این یک قربانی روحانی هست که برای اونها نتیجه و سود روحانی و جاودانه در آسمان اندوخته میکنه. خدا فقط توی آیه 19 و آیه 20 و 21 میبینیم که پولس داره تشکر میکنه و دعا میکنه برای کلیسای فیلیپوس فیلیپی که کمکش کردند و به انتشار انجیل کمک کردند و همه اینها. اون سپاسگزاری پولس یک جنبه خیلی خیلی زیبایی داره. خدا فقط، یعنی پولس تشکر و سپاسگزاری که از خدا میکنه نمیخواد که فقط یک مقدار خیلی کمی از دولت خدا به کلیسای فیلیپی برسه، بلکه کلیسای فیلیپی، دعایی که پولس برای کلیسای فیلیپی میکنه نشون دهنده این هستش که خداوند به اونها به تناسب ثروت و دارایی بیکران خودش سود و بهره بده. اون خیلی زیباست که وقتی ما کم به کسی کمک میکنیم اما اون از خداوند بخواد که به ما برکت بده و خداوند ایمان داریم که چون خالق تمام هستی هست، غنی و بی نیازه، بس اون چیزی که خداوند به ما میده ما رو بی نیاز میکنه، ما رو غنی میکنه و ثروتمند میکنه. اون چیزی که خداوند به ما میده کم و اندک نیست، بس با اطمینان شکرگزاری میکنه، سپاسگزاری میکنه از خدایی که به افرادی که کمک کردن هزاران برابر کمک خواهد کرد و نیاز افراد رو برطرف خواهد کرد. تو آیه 22 اشاره میکنه که همه مقدسین در اینجا و مخصوصا ایماندارانی که در دربار قیصر هستند به شما سلام میرسانند. ما میدونیم که پولس در قل و زنجیل بوده،
اما این خیلی جالبه داره اینو میگه. این نشون میده که پولس حتی تو اون شرایط هم انجیل رو داشته بشارت میداده و افرادی بودن که نجات رو دریافت کردن. نه فقط امپراتور و افراد در رأس امپراتوری، حتی میتونیم بگیم ساقی ها، نوازنده ها، خدمتکار ها، آشپز ها و همه کسایی که توی امپراتوری قیصر در اون زمان بودن، نشون میده که موعظه های پولس رو شنیدن و نشون میده که خیلی از اونها نجات رو دریافت کردن و باعث امید، قوت و اون شادی قلبی پولس شدن که پولس اینطور به اونها امید میده، کاری که شما کردید نتیجه داده و همچنان هم ادامه داره. پس میگه همه مقدسین در اینجا، مخصوصا ایماندارانی که در دربار قیصر هستند، به شما سلام میرسانند. میتونه اینجا اشاره کنه حتی به اون سربازهایی که ما میدونیم ایمان آوردن، سربازهایی که پولس رو در قل و زنجیل کرده بودند، در زندان کنار پولس بودند، اونها هم به انتشار پیام انجیل پاسخ بله داده بودن و اون نجات رو دریافت کرده بودن با فیض خداوند. پس همه یه کسایی که نجات رو دریافت کرده بودن باعث شده بود که پولس صد چندان در اون شرایط سخت خوشحال باشه و بتونه این شادی رو در پایان نامش بعد از شکرگزاری، سپاس از خداوند، از کلیسای فیلیپی برای اونها بنویسه و بگه که کاری که شما انجام دادید نه تنها فقط باعث دریافت سود جاودانی در آسمان برای شما میشه، به سود شما افسوده میشه، گنجهای شما در آسمان، بلکه امروز هم نتایجش رو من دارم میبینم و ایمان اشخاصی هستن که اینجا به انجیل و نجات رو دریافت کردن و به انجیل پاسخ مثبت دادن. و در پایان طبق روال همیشه من این جمله پولس رو خیلی خیلی دوست دارم که پولس وقتی آخر نامه هاش این جمله رو می نویسه، میخواد تأیید کنه اون چیزی که من میگم حقیقت مطلقه، اون چیزی که باعث تقویت من هست، قوت من هست، شادی من هست، مسیح عیساست. میگه فیض خداوند ما عیسای مسیح با روح شما باشد. یعنی اون چیزی که ابراز میکنه تو آیات قبل باعث تقویتش هست، اون چیزی که باعث میشه ضعف‌ها، اهانت‌ها، آزارها و خیلی مسائل رو کنار بزنه و به پیش بره، فقط قوت، تقویت و اون قدرتی هستش که مسیح عیسی در پولس ایجاد کرده و اون رو به پیش میبره. پس من هم در این لحظه به تک تک شما عزیزان میگم که فیض مسیح ما، عیسای مسیح با روح شما باشد، چون خداوند ما روح هست و خداوند در قلب‌های ما ساکن هست و توسط کار عیسی مسیح روح القدس به ما هدیه داده شده و روح القدس در ماست. پس دعا می‌کنیم که فیض مسیح، تقویت و قوت مسیح در روح شما گسترش پیدا کنه. باشه که همیشه تک تک شما عزیزان که این پیام رو میشنوید بتونید باعث شادی ما هم بشید، همینطور که پولس با شادی در شرایط سخت اعلام کرد سلام ایمانداران امپراتوری قیصر رو به شما میرسونم، من هم با جرأت میگم سلام تمام ایماندارهای سرزمین یونان رو، به خصوص آتن رو و به خصوص کلیسای محبت مسیح رو به تک تک شما عزیزان میرسونم و باعث و فخر و امید من هستید. تمام کسانی که در مسیح عیسی نجات رو دریافت کردید و باعث شادی ما خواهید بود، تک تک شما عزیزان که به این پیام و به این کلام لبیک میگید، این حقیقت رو دریافت میکنید و فیض مسیح رو در قلبهای خودتون میپذیرید و اجازه میدید که مسیح در ضعفهای شما قوت شما باشه، در آزارها و سختیهای شما بناکننده شما باشه، باشه که مسیح خداوند همراه و همگام شما باشه. فیض مسیح باز با شما و سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که تا پایان با ما همراه بودید و سپاسگزارم از تمام عزیزانی که بعدن این برنامه رو میبینن. باشه که مسیح خداوند شکافنده قلبهای شما، فکرهای شما و ذهنهای شما باشه و تقویت کننده ایمان شما و دریافت دهنده نجات به قلب های شما باشه. تا یک روز دیگه، چهارشنبه دیگه و تعلیم دیگه، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، خدایی که
تقویت کننده است، خدایی که بنا کننده است و خدایی که نجات دهنده است. فیض مسیح با شما. پیروزی هست، آزادی هست، پیروزی در نام تو عیسی. پر جلال است، پر قدرت است، پر جلال تنها نام تو عیسی. چون ترسان شدم جانم خم شد، باز در تو سفر خواهم یا آنگه سرایم، بازم سرایم. پیروزی هست در نام تو عیسی، آنگه سرایم، بازم سرایم. پیروزی هست در نام تو عیسی، آنگه سرایم، بازم سرایم. پیروزی هست در نام تو عیسی، آنگه سرایم.